فصل 24. بعد از 5 روز حنانیا کاهن اعظم به اتفاق چند نفر از مشایخ و یک وکیل دعاوی به نام ترتولوس به قیصریه رسیدند و شکایت خود را علیه پولس به اطلاع فرماندار رسانیدند. وقتی پولس را احضار کردند، ترتولوس شکایت خود را اینطور شروع کرد: ای فیلکس، حضرت اجل، با توجه به اینکه در ایام زمامداری شما و در سایه اقدامات ارزنده‌ای که برای بهبود وضع ملت ما به عمل آورده اید، از نعمت امنیت کامل برخوردار هستیم. وظیفه خود می دانیم پیوسته و در هر جا سپاسگزاری عمیق خود را تقدیم آن جناب بنماییم. و اما برای اینکه زیاد مصدع نشویم، تقاضا دارم با آن لطف همیشگی خودتان به عرایض مختصر ما توجه فرمایید. به ما ثابت شده است که این شخص یک آشوبگر فاسدی است که در سرتاسر عالم میان همه یهودیان اختلاف انداخته و سردسته بدعتگزاران ناصری است و حتی سعی می‌کرد معبد پاک ما را آلوده گرداند و می‌خواستیم مطابق قانون خودمان محاکمه کنیم، ولی لیسیاس فرمانده آمد و با زور او را از دست ما گرفت و به مدعیان او دستور داد به حضور شما بیایند. اگر خود شما از او بازجویی نمایید، حقیقت ادعای ما برایتان روشن خواهد شد. یهودیان تمام حرفهای ترتولوس را در این باره تأیید کردند. وقتی فرماندار به پولس اشاره کرد، او به این اتهامات جواب داده گفت: با اطلاع از اینکه شما سالیان درازی است که بر این ملت دادگستری می کنید، با اطمینان خاطر در حضور شما از خود دفاع می کنم. حقیقت امر بر شما معلوم خواهد شد. از روزی که من به زیارت اورشلیم رفته بودم، بیش از 12 روز نمی گذرد و هیچ کس مرا ندیده است که در معبد بزرگ یا در کنیسه ها یا در داخل شهر با احدی مباحثه کنم یا مردم را به گرد خود جمع نمایم. برای اثبات اتهاماتی که علیه من می آورند هیچ گونه مدرکی در دست ندارم. اما در حضور شما اعتراف می کنم که در پرستش خدای پدرانمان طریقی را که آنان بدعت می خوانند پیروی می نمایم. من به هر چه در تورات و نوشته های انبیا آمده است اعتقاد دارم. من همان امیدی را به خدا دارم که خود اینها دارند و آن این است که هم برای نیکان و هم برای بدان قیامتی در پیش است. بنابراین با چنین امیدی نهایت کوشش خود را می کنم که در همه احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده‌ای داشته باشم. من پس از سالیان دراز به اورشلیم رفتم تا اعاناتی برای ملت خود ببرم و قربانی بگذرانم. در معبد پس از انجام مراسم تطهیر مشغول این کارها بودم. نه جمعیتی به دور من جمع شده بود و نه اختشاشی در کار بود که چند تن از یهودیان استان آسیا مرا در آنجا دیدن و به نظر من ایشان هم باید در اینجا پیش شما حاضر شوند تا اگر از من شکایتی دارن خودشان آن را اظهار نمایند. یا اینها بگویند که وقتی در حضور شورا ایستاده بودم چه خطایی از من سر زده، جز اینکه در میان آنان با صدای بلند گفتم من به خاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه می شوم. فیلکس که خودش از این طریقه اطلاع کاملی داشت، محاکمه را به تعویق انداخت و گفت: من فتوای خود را موکول به آمدن سرهنگ لیسیاس می کنم. و به یک سروان دستور داد که پولس را تحت نظر بگیرد و تا اندازه او را آزاد بگذارد و مانع آمد و رفت دوستان او که برای رفع احتیاجاتش می آمدن نشود. چند روز بعد فیلکس با دروسله همسر خود که زنی یهودی بود به آنجا آمد و دنبال پولس فرستاد و به سخنان پولس درباره ایمان به مسیح عیسی گوش داد. اما وقتی دنباله سخن به نیکویی، پرهیزکاری و کیفر آینده کشیده شد، فیلکس هراسان شد و اظهار داشت اجالتاً کافی است. هرگاه فرصت مناسبی دست دهد، باز هم دنبال تو می فرستم. در این حال از پولس توقع پول داشت
و به همین دلیل غالباً او را احضار می کرد و با او گفتگو می نمود. پس از 2 سال پورکیوس فستوس جانشین فیلکس گردید. فیلکس چون می خواست رضایت یهودیان را جلب نماید، پولس را همچنان در زندان نگاه داشت.